سلام خدمت شما عزیزان. بله، دوران کرونا و قرنطینه بندم تموم شد و باید تشکر کنم از شما عزیزان که دعای خیر داشتید. دعا کنیم همه بیمارانی که مشغول مبارزه با کرونا هستن زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن انشالله. اما بدون تعارف، این هفته اختصاص داره به بخش داغ و حساس این روزهای کشورمون. بعد از مدت زمان طولانی که از بدعهدی آمریکایی ها در خصوص عمل به تعهداتشون در قالب برجام گذشت، زمان اون رسید که کشورمون هم در قالب قانون مجلس شورای اسلامی به تعهدات داوطلبانه که در قالب پروتکل الحاقی داشت پایان بده و اونها رو متوقف کنه. در این خصوص گفتگو میکنم با رئیس سازمان انرژی اتمی آقای دکتر صالحی در راکتور تهران. سلام آقای دکتر. حال شما خوبی؟ سلامتی؟ خوبید انشالله؟ خوبی؟ مشتاق دیدار؟ ما دعا کردیم. سلامت باشید. سلامت باشید. به سهم خودمون دعا کردیم. زنده باشید. ممنون شما. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید. سرفا باشید. قربان شما. مثل همیشه. سلامت باشید. سلامت باشید. قربان شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. برهه حساس، روزهای حساسی برای سازمان انرژی اتمی. خودتون شروع کنید. از کجا شروع کنیم؟ امروز چه اتفاقی افتاده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه اعمال پروتکل الحاقی رو متوقف کردیم، یعنی بازرسی هایی که در چارچوب پروتکل الحاقی انجام می گرفت اونها رو متوقف کردیم. اینم بر اساس قانونی بود که مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرده بودن حدود دو ماه پیش، دو ماه و نیم پیش. و وقتی هم که قانون تصویب می شد قطعا مجلس با ارگانهای زیرت مشورت می کردن، از جمله سازمان انرژی اتمی، روی محدوده های زمانی که مورد نیاز هست با ما مشورت کردن. مثلا این که می گفتن بلافاصله 20% رو شروع کنید، یا مثلا در عرض یک سال فلان کار بکنید، یا تو سه ماه مثلا 1000 تا سانتریفیوژ IR2M رو نصب کنید، اینا بر اساس تفاهمی بود و ظرفیت هایی بود که در سازمان انرژی اتمی بود. ما قولی نمیخواستیم بدیم که خدای نکرده نتونیم از عهدش بر بیاییم، و الحمدلله همه چی داره طبق روال میره. خب زمانی هم که در قانون پیش بینی شده بود که دو ماه بعد از تصویب قانون اگر به هر حال اونها وفای به عهد نکردن، ما پروتکل الحاقی رو متوقف میکنیم اجراش رو، و همین کارم کردیم. و آخرین قدمم مذاکره بود که بنا به درخواست خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران شد که اونا اظهار علاقه کردم که بیان صحبت بکنن، و ما بعد از مشورتی که با ارگانهای زیربط و مسئولین ارشدمون داشتیم به هر حال موافقت کردن که آقای گروسی به ایران بیاد و ما مذاکره بکنیم. چرا اونا خواستن بیان؟ بله، حالا اینم سوال خوبیه. ببینید، آژانس به ما گفت که آقا شما اگر این پروتکل الحاقی رو متوقف کنید، فرض کنید بعد از مثلا دو هفته دیگه شما برجام دوباره مثلا اجرایی شد، برگشت اجرایی شد به مفهوم این که دیگه تمامی اون یعنی به تعهداتشون عمل کردن، تعهداتشون برگشتن و همه اون. خب اون موقع ما این فاصله اگر هیچ حضوری نداشته باشیم، این یک انقطاع اطلاعاتی خواهد بود. یعنی ما دوربین داریم، یه جا مثلا دوربین دارن، اینجا دارن عکس میگیرن، حالا فکر کنم اینجا هم دارن، حالا من دقیق نمیدونم. اینجا هم هستن؟ بله بله، احتمالاً بله. دوربین دارن مثلا عکس میگیرن. البته اینجا به پروتکل الحاقی چیز نداره، چون که ما ضمن این که تو پروتکل الحاقی هستیم، توی موافقت نامه پادمانی هم هستیم. این مال قدیمه، پروتکل الحاقی یه چیز جدیده. و الان ما 40 سال، 45-60 سال، بیشتر نزدیک به 50 سالش که ما توی پادمان هستیم. موافقت نامه پادمانی که دوربین دارن بازرسی میکنن و اینا، اون که هست همچنان هم ادامه داره. همچنان هم ادامه داره. یعنی اون قسمت، بله اون قسمت هم بازرسی هاشون انجام میشه. بله. اینطوری نیست که ما نخه ما پادمان، موافقت نامه پادمان، چون که عضو ام پی تی هم هستیم، عضو آژانس هم هستیم، اون سر جاشه. ما فقط پروتکل الحاقی رو که تو برجام داوطلبانه پذیرفتیم
اجرا بکنیم اونو متوقف کرد. بعد آژانس به شما گفتن که امکان داره که آره آژانس گفتن که مثلا الان شما ممکنه یه ماه دیگه مثلا یا دو هفته دیگه مثلا برجام. و چون که مسئولین نظام همه گفتن که اگر طرف مقابل برگشت و همه تعهداتش را انجام داد ما هم بر میگردیم به عقب و همه تعهداتمون رو انجام میدیم. یکی از تعهدات ما اجرای پروتکله. خب حالا این پروتکل یک کار مستمری توش هست و اون عکس برداری یا فیلم برداری مستمر. خب اگر این انقطاعی توش حاصل بشه، یک توقفی توش حاصل بشه، خب این پیوستگیش از دست میره. میگن که خورده به همین. آره یه دفعه یه چی بعد اون وقت این باعث ایجاد سوالهای حالا اگرم طرف ریگی به کفش داشته باشه که بخواد مثلا این سوالهای ناجور رو نمیدونم اذیت بکنه، اون وقت این هی میشه یک به قول من بهانه ای برای سوالهای عجیب و غریب و خب اینجا چی جوری بوده حالا ما فلان و اصلا یه داستانی میشه اون خودش، اصلا خودش میشه یه داستان. خب این به اعتبار این که این مسئله ادامه پیدا بکنه، خب ما دیدیم این حرف حقیه واقعا اگه بخواد چیز بکنه. ما از نظر فنی داریم الان صحبت میکنیم و ما مذاکره رو که کردیم، ببینید ما که هر وقت مذاکره میکنیم که تو خلاء مذاکره نمیکنیم. یعنی من که با اختیار مثلا من اینجوری برم بگم مثلا تمام اختیار آسمان و زمین در دست منه که نیست. من قبل از این که وارد مذاکره بشم قبلا با مسئولین ارشد نظام و با مراجع زیربط مسائل رو مطرح میکنن، مشخص میکنن چارچوب رو، کف ها رو مشخص میکنن، چارچوب رو مشخص میکنن، چارچوب مذاکره رو مشخص میکنن، دیگه شما وقت میری مذاکره میکنن. درست. خب شد و ما در اون چارچوب حرکت کردیم و الحمدلله به لطف الهی این امر محقق شد و خیلی خوب. ولذا الان آژانس تا 3 ماه حق دسترسی به ارزم به حضور شما که سیستم های که ضبط کننده اطلاعات هستن نداره. دوربین ها چرا تا 3 ماه؟ بله چرا تا سه ماه؟ صحبت خوب، سوال خوبی کرد. ببینید آژانس هر 3 ماهی یه گزارش میده، یه گزارش فردا داره میده، یه گزارش میره تا 3 ماه آینده داره میده. پس یه دلیل این بعد ما نگفتیم 3 ماه سر سه ماه، گفتیم تا 3 ماه، یعنی میتونه هفته دیگه مسئله مثلا برگردم به برجام، این مثلا 2 هفته دیگه. این تا 3 ماهه، این تا 3 ماه هم گذاشتیم که اون تا گزارش بعدی مسئله در بر بگیره. و اگه روال همینطوری طی شد نه دیگه، اون وقت دیگه ما دوربین ها رو تمام اطلاعات رو که محو میکنیم، اطلاعات رو از میاریم دیگه، دوربین ها رو هم ازشون خواهش میکنیم که دیگه تا 3 ماه. تا 3 ماه. آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس که اومدن به شما گفتن آقا کاری کنید که اصلا این پروتکل الحاقی رو نخواهید متوقف کنید و اینها؟ نه اونو که قبل از اینکه بیاد ایران خودش، چون که اگر غیر از این میگفت که اصلا ما اجازه نمیدادیم بیاد ایران، قبل از اینکه بیاد ایران خودش این مصاحبه کرده بود. ما قبلا از طریق سفیرمون به اطلاعشون رسیده بودیم، همونجوری که خدمتتون گفتم ما یه هفته قبل اعلام کردیم به آژانس که ما در 5 اسفند، ما اواخر بهمن اعلام کردیم، مثلا هفته آخر بهمن اعلام کردیم که تو ما 5 اسفند متوقف میکنیم، پس شما آماده باش باشید، اقداماتی که باید خودتون با بازرساتون اینجا انجام بدید بکنید که ما 5 اسفند این دفعه دیگه چیز نشه. بعد آی دکتر به حال یه اختلاف نظرهایی هم این میون به وجود اومد، حالا من میخوام راحت از شما بپرسم پشت پرده ای داشت این بیانیه مشترکی که بین شما و آژانس بین المللی؟ اگه پشت اصلا پس ما این 3-4 ساعت رو چی بحث میکردیم؟ اگر پشت پرده ای بخواد باشه، پشت پردهش اینه ما اعلام کردیم که پروتکل رو اجرا میکنیم، اونها اعلام کردن آقای گروسی که ما حق ایران رو بر اجرای قانون به رسمیت میشناسیم، که ما نشستیم فکر کردیم، گروهی ایشون با 2 نفر از مشاورینشون اومده بود، خب ما با 2-3 نفر از دوستانمون بودیم، نشستیم بحث کردیم فکر کردیم،
هر کدوم میرفتن تو اتاق و خودشون دوباره برمیگشتیم تا رسیدیم به این جنبندی که مرزی و طرفین بود. بعد آقای دکتر، هر آنچه در چارچوب پروتکل الحاقی بود الان دسترسی ها گرفته شده یا نه استثنایی؟ تمام آن چیزی که در پروتکل الحاقی بود دسترسی هاش گرفته شده. مثلا یکی از مواردی که در پروتکل الحاقی هست دسترسی های مکمل هست، میگن کامپلیمنتری اکسس. مثلا اونا بر اساس پروتکل مثلا یه جایی رو دیدن میگن من یه جایی رو دیگرم من میخوام مثلا نزدیک اونجا رو یه کامپلیمنتری اکسس ببینم، یعنی مکمل دسترسی مکمل، اونم جلوشو گرفتیم. آقای دکتر، این قانون مجلس که به هر حال تصویب شد و اجرا شد چقدر کمک میکنه به شما در پیشبرد اهداف در مسیری که پیش رو داره؟ این قانون از منظر ما، از منظر فنی، بسیار فرصت خوبی بود، بسیار فرصت خوبی. من واقعا اینو تو دولت هم گفتم و به عزیزان و دوستانم هم گفتم، گفتم آقا این قانون یک فرصت طلایی برای ما ایجاد کرد. من مباحث سیاسیشو میذارم کنار، اصلا من حالا بحث تحریم و فلان اینا اون دیگران مسئولشن، من مسئول اینم که سانتریفیوژمون درست بشه، نمیدونم ریاکتورمون سر جاش باشه، همه چیز درست بشه، درست، هر کسی مسئول یک کاری. این قانون فرصتی رو به ما داد، بودم الهش رو خداوند یه فرصتی پیش آورد، ما تونستیم در عرض 24 ساعت 20 درصد را بیانزیم. حالا واقعا یه سواله دیگه، شما 24 ساعته یه دفعه، اونم چی؟ الله، حالا ما داریم ترمز میخواییم بگیریم دیگه نمیتونیم. این دولت قانون گفته 120 کیلو در سال که میشه مثلا ماهی 10 کیلو ما تولید کنیم، ما هنوز یه ماه تموم نشده 25 کیلو رفتیم، یعنی 5 6 ماه دیگه این 120 کیلو تموم میشه، نمیدونم حالا متوقفش کنیم بریم جلو چیکار کنیم. اون گفته در سال قانون. خب جوانان ما و ظرفیت سازمان انرژی اتمی اونقدر زیاده و عشق جوانان ما، واقعا جوان ها وقتی که فرصت پیدا میکنن سر از پا نمیشناسن، شبان روز با عشق کار میکنن. الان یه اتفاقی فکر کنم دوباره افتاد. بله بله، با عشق، نه همیشه اینجوری بوده، ولی خب الان خب شبم هست و روزم هست و اینا. حالا ما باید بگیم آقا این 20 درصد دیگه، حالا قانون گفته 120 کیلو در سال گذاشتی پشتش، گفتیم حالا برو حالا تا ببینیم چجوری میشه، حالا ما 120 رو تولید میکنیم بعد اعلام میکنیم به مجلس، چیکار کنیم، ادامه بدیم ندیم چیه بالاخره باشه. یا هزار تا ماشین IR6 نسل بسیار جدید ما، هزار تا، حالا 100 تا 200 تا 300 تا هزار تا خب داریم تولید میکنیم، اونم بعد از حادثه نتنز. یعنی اومدن مرکز عرضم به حضور شما که مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید ما رو زدن، اما الحمدلله به کوروی چشم اون کسانی که این کار خبیث رو انجام دادن، ما در عرض یک ماه ظرفیتمون رو برگردوندیم به ظرفیت قابل قبولی، حدود 60-70 درصد ظرفیتی که داشتیم و داریم الان تولید می‌کنیم، ضمن اینکه داریم دل کوه رو میشکافیم که تا اینا باشن بفهمن که با جمهوری اسلامی اینجوری چیز هم. ما الان دولت متعهد شد، الان سالن‌های بزرگی رو در دل کوه داریم ایجاد میکنیم. حالا یکی از دوستان شوخی به من میگفت که آقای ساری به ما بگو این کجاست اینا، من یه خود چیز کردم این پامپن، گفت من از بی بی سی البته هر شب میبینم اینا کجاست و چی جوری اینا. خب شما ببینید این داره، ما در دل کوه داریم این کارا رو میکنیم و که بالاخره مسموم سازی میکنیم. میخوام بگم قانونه پس برای پیش برده کارهای ما عالی بود، عالی بود. ببینید ما الان توی صنعت هستی باید چی کار بکنیم؟ آقا فرمودن برید نیروگاه بسازید. از 50 سال پیش که آقای دکتر اعتماد شروع کردن یه ریاکتور داریم، ایشون زحمت کشید چیز کرد، بالاخره یکیش بنازید. ما الان داریم دوتا میسازیم، این دوتا رو الان 3-4 سال شروع کردیم، بعد 10 میلیارد دلار بزرگترین پروژه صنعتی کشور ماست. آقای دکتر، حضرت آقا رو اشاره کردید، فرمودن که اگر به اون نتیجه برسیم و نیاز داشته باشیم تا 60 درصد هم میریم بله. میسازیم. بله، ما الان این ظرفیت رو داریم، یعنی این ظرفیت قانون هم به ما اجازه داده، ظرفیتش همین الان موجوده. اینم از اون 24 ساعتی هاست، یعنی به همین سرعت، به همین سرعت. بعد آقای دکتر، چرا آمریکایی ها اروپایی ها از اجرای این قانون نگران بودن؟ چون که از موضع منطق قدرت صحبت میکنه،
از موضع منطق زور صحبت میکنه غرب، از موضع قدرت منطق صحبت که نمیکنه. میگه من زور دارم، بنابراین من چون که زور دارم هر کاری که میخوام میکنم. تو کی هستی که میگی من قدرت مطلقم؟ پس واسه چی سازمان ملل درست کردیم؟ پس واسه چی این همه مراکز بین المللی هست؟ توجه کنید 42 سال سعی کردن کمر ایران رو خلاصه به خاک بنشونن. تونستن؟ ما عزیزتر شدیم که، قویتر شدیم. بله مشکل آفریدید، یه مقدار ما از نظر اقتصادی مشکل داریم، این چیزی، اما کشوری نیستیم که از پا در آمده باشیم. من یه بار گفتم ما تمام آستانه های صنعت هستی رو در اختیار داریم. ما الان همین کووید 19 یکی از تجهیزات بسیار حساسش سانتریفیوژایز هست که 28 هزار دور در دقیقه باید بچرخه همین واکسن ها رو. کی ساخت باسشون؟ ما ساختیم دادیم، اگر نبود که کسی نمیداد اینو. حالا من آقای دکتر یه سوال دیگه تو ذهنم هست، اینکه چرا آمریکایی‌ها به جای برگشت به برجام و لغو تحریم‌ها دنبال اینن در یک فضای خارج از برجام بشینن مذاکره کنن؟ دارن الغا میکنن که ایران اهل مذاکره نیست، یعنی در افکار عمومی میخوان یه جوری جا بیاندازن که مثلا ما اهل مذاکره نیستیم. ما این نیست، اما مذاکره شرایط خودشو داره. توجه میکنی؟ شرایط خودش رو داره و اون شرایط رو مقام معظم رهبری تعیین میکنه. پس ما بفهم، اولا بفهمن دنیا این نیست که ما اهل مذاکره نیستیم. ما مذاکره کردیم، مذاکره کردیم، اما اینکه اون مذاکره‌ای که اومد نظر دارد از نظر ما مردوده. اون مذاکره رو از یک منظر دیگری من، لذا اون چیزی که ما مردود میدانیم مذاکره ایست که طبق تعریف او دارد القا میشود. دلیل داریم واسه عدم اعتمادمون از زمان کودتای 28 ما تا جنگ تحمیلی صدام علیه ما تا همه اینا رو ببینید، ما دلیل داریم. حالا اونا دلیلشون چیه؟ این جنگ اراده هاست. من به شما بگم جنگ اراده هاست. او میخواد ببینه اراده ما تا کجا هست. ما باید قوی و محکم منسجم در داخل پشت سر حضرت آقا حرکت کنیم. ببینید ما با هم اختلاف داشته باشیم، ولی تو این مسائل بس ید واحده باشیم. یه فرمانده داشته باشه، فرمانده میگه برید الان، خب میریم، نرید نه. در این قسمت از برنامه بدون تعارف در این جملتون رو بفرمایید. بله من میخوام این رو عرض بکنم، علی رغم همه این محدودیت ها الحمدلله ایران سر پاس و من این نوید رو میدم، این نوید رو بی خودی نمیدم. بله ما از نظر اقتصادی شرایطمون خود با مشکلاتی روبرو است، اما منحنی اقتصادی ما الان یکی دو ماه دیگه شیبش رو به بالا شده، دیگه چاره ای نداره جز اینکه شیب بره رو به بالا. داریم خودمون رو با شرایط موجود تطبیق میدیم، راه رو پیدا کردیم. ما نزدیک قله ایم، به قول حضرت آقا میگم ما داریم به طرف قله میریم، نزدیک قله ایم، دیگه این نفسهای آخر رو بس بکشیم تا به قله برسیم، بعدش دیگه سرازیر میشه. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. انشاءالله خداوند یاور و پشتیبان عزیزانمون در صنعت هسته یک کشور باشه که گمنامن، همینجا هستن، نمیتونیم چهره هاشون نشون بدیم و این چراغ صنعت هسته ای روشن باشه. انشاءالله خیلی ممنون. خیلی متشکرم آرزونی، دست درد نکنه، مثل همیشه برنامه های شما واقعا دیدنی و خوب و عالی. سلامت باشید.